سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی ساعت 10. محمد جواد ظریف از سوی آمریکا تحریم شد. وزارت خزانه داری آمریکا محمد جواد ظریف رو در فهرست افراد تحریم شده قرار داد. قرارگیری نام افراد در این فهرست دارایی‌های احتمالی اونها در آمریکا رو مسدود کرده و اتباع آمریکا رو از داد و ستد مالی با اونها منع می‌کنه. این اقدام بعد از اون صورت می‌گیره که ظریف در سفر به آمریکا با بسیاری از رسانه‌های آمریکایی مصاحبه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این به صراحت از مصاحبه‌های ظریف ابراز خشم کرده بود. پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در تصویر بعدی که با هم می‌بینیم یک توییتی رو منتشر کرده که ظریف رو توجیه کننده سیاست‌های ایران دونسته. آمریکا اعلام کرده که به جای ظریف تمایل داریم با کسی در تماس باشیم که نقشی تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌ها داره. یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته که ایالات متحده محمد جواد ظریف رو به عنوان فرد اصلی در مذاکرات احتمالی هسته‌ای نمیدونه و تمایل داریم با کسی در تماس باشیم که نقشی تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌ها داره. خب، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم آقای عباس موسوی در واکنش به تحریم ظریف و گزارش رویترز توییت کرده که اوج تناقض و حماقت رهبران آمریکا اونجاست که بارها دکتر ظریف رو در سیاست ایران کاری ندونستند اما با نابخردی محض دست به تحریم او میزنند. خود آقای ظریف هم واکنشی رو داشته که در توییتشون نوشتن به زبان انگلیسی و پاسخ دادن به تحریم آمریکا، گفتن که متشکرم که منو تهدید بزرگی علیه برنامه‌های خودتون میدونید. وزیر امور خارجه کشورمون در حساب توییتریش نوشته که دلیل اینکه آمریکا من رو تحریم کرده که اینه که من سخنگوی اول ایران در سراسر جهان هستم و حقیقت واقعا اینقدر دردناکه. این اقدام تأثیر روی من یا خانواده‌ام نداره چون من دارایی یا منافعی خارج از ایران ندارم. از شما تشکر میکنم که منو به عنوان چنین تهدید بزرگی برای اهدافتون محسوب میکنید. یک واکنش دیگه در خود آمریکا بوده. کریس مورفی سناتور دموکرات که بسیار هم اخیراً از سیاست‌های دولت ترامپ انتقاد می‌کنه، گفته که نباید ظریف رو تحریم می‌کردید، خود دانید. سناتور ایالت کنتیکت آمریکا از اقدام جدید وزارت خزانه داری آمریکا درباره اعمال تحریم علیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف انتقاد کرده. کریس مورفی سناتور دموکرات گفته اگر موضوع واقعا اینه که میخوایم با ایران مذاکره کنیم، شاید نباید مذاکره کننده ارشد اون کشور رو تحریم کنیم، خود دانید. خب، وزارت خزانه داری آمریکا همطور که میدونید بامداد امروز آقای ظریف رو در فهرست افراد تحریم شده از سوی آمریکا قرار داد. بریم سراغ خبرهای دیگری که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. عربستان خشمگین شده از یک سری از روابط و اون چیزی که دیدارهای مقامات ایران و امارات بوده. روزنامه سعودی از شرق الاوسط نوشته نشست‌های گارد ساحلی امارات و ایران رویدادی همیشگی و روتینه و هیچ چیز جدیدی در اون نیست. ایرانی‌ها تلاش می‌کنند به دلیل تنش‌های موجود در منطقه این نشست معمولی رو بزرگ جلوه بدن. سعودی‌ها با راه اندازی هشتگی به این سفر هیئت اماراتی به ایران واکنش نشون دادن و این گام رو خیانت امارات به کشورشون توصیف کردند. یک چیز عادی که همیشه در اون منطقه دیدارهای بین ایران و امارات انجام میشه، اینها ازش عصبانی شدند.
خب بریم سراغ خبر بعدی. خبر دیگری که در فضای مجازی بسیار بازتاب داشته و بازنشر پیدا کرده، ادامه اعتراض‌های مردمی عراق در شبکه‌های اجتماعی است نسبت به هتک حرمت شهر مقدس کربلا در افتتاحیه بازی‌های فوتبال غرب آسیا که در اون میزبان از رقص و آواز استفاده کرد. اعتراض‌ها به افتتاحیه بازی‌های فوتبال غرب آسیا بعد از اون آغاز شد که در این مراسم از رقص و آواز استفاده شد. عراقی‌ها میگن که نقض آشکار حرمت شهر کربلا شامل بی‌اعتنایی به ماده 24 اداره اوقاف شیعیان شده و در این ماده کربلا شهری دینی و مقدس اعلام شده که باید از هر نوع بی‌حرمتی به آداب و رسوم مذهبی در اون خودداری بشه. هشتگ های معذرت خواهی از امام حسین هم در این واکنش ها وجود داشته. خیلی خب بریم سراغ خبر بعدی. ویدیویی از سلفی یا عکس گرفتن نظامیان صهیونیست با کودک فلسطینی منتشر شده. نظامیان رژیم صهیونیستی کودکی رو با شیوه وحشیانه بازداشت میکنن و با او عکس میگیرن که بسیار بازتاب داشته. با هم ببینیم. خلاص شوي ناخذ خلاص يلا صوره واحده بس كيف هذا الف شكل ما درت آخرمون هم این که رژیم صهیونیستی دومین کودک فلسطینی رو هم احضار کرد. در ابلاغی رسمی قیس فراس عبید کودک 6 ساله فلسطینی رو برای بازجویی احضار کرد. دفعه قبلی هم یک کودک 3 ساله رو احضار کرده بودن. رژیم صهیونیستی محمد ربیع علیان 3 ساله رو هم به خاطر پرتاب سنگ به سمت خودروهای گشتی صهیونیستی برای بازجویی فرا خوانده بود. روز و روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.